در پاییز گذشته در شهر اصفهان آخوندها توحش و بربریت خود را با پاشیدن اسید به سر و صورت زنان نشان دادند. به بند کشیدن زنان با دلایل به اصطلاح مذهبی هر مرز و محدودیتی رو برای آخوندها از بین برده. یعنی دست آنها برای دخالت و کنترل در همه جا باز است. از جمله در محیط‌های آموزشی و اداری و تولیدی، در گزینش کارمندان یا اخراج آنها، در کنترل دائمی رفت و آمد زنان و جوانان در خیابان‌ها، در ورود خودسرانه به خانه‌های مردم، در سانسور کتاب و فیلم و تئاتر و موزیک، فیلترینگ سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، در پرونده سازی های قضایی یا حمله به مهمانی ها. به همین خاطر است که در رژیم آخوندها کنترل حجاب این همه در سیاست ها و قوانین رژیم اهمیت پیدا کرده است. به همین خاطر است که آخوندها آشکارا بی حجاب را مترادف ضد انقلاب معرفی می کنند. و به همین خاطر است که هرگاه رژیم دچار یک شکست سیاسی و بین‌المللی می شود و یا هرگاه با قیام ها و شورش های اجتماعی مواجه می شود، از یک طرف تعداد اعدام ها را بالا می برد و از طرف دیگر عملیات مبارزه با بدحجابی را گسترش می دهد. رئیس جمهور رژیم آخوند روحانی حجاب اجباری را به موجودیت رژیم مربوط دانست و در این باره وی گفت حجاب برای امنیت است. آخوندهای حاکم می دانند که اگر از حجاب اجباری یا هر یک از قوانین و سیاستهای خود علیه زنان دست بردارند، نیروی زنان به سرعت پیشروی می کند و تمام جامعه را به حرکت در می آورد. بله، حفظ امنیت نظام ولایت فقیه دومین واقعیت مهم در مورد فهم علت زن ستیزی رژیم آخوندهاست. اما سومین واقعیت مهم این است که رژیم آخوندها مهمترین تهدید اجتماعی خود را نیروی آزادی خواهی و برابری طلبی می‌بینند و این یکی از مهمترین دلایل کینتوزی آخوندها علیه زنان است. باید یادآوری کنم که آنچه در انقلاب توده‌های مردم ایران در سال 57 علیه دیکتاتوری شاه اتفاق افتاد، مشابه بهار عربی و قیام‌های سال‌های اخیر خاورمیانه علیه دیکتاتورها و فساد بود. در این بین زنان که تاریخاً هدف تبعیض و تحقیر بودند، بیشترین و ریشه‌ای‌ترین مطالبات را داشته و دارند که همانا برابری و رهایی است. به خصوص که ما در زمانی به سر می‌بریم که پیشرفت حقیقی جامعه با برابری زن و مرد امکان پذیر است. از این رو خواست‌های زنان و ایستادگی اونها بیشترین تهدید رو متوجه رژیم می‌کنه. به همین دلیل فاشیسم دینی حاکم بر ایران رکورددار بی‌رقیب کشتار زنان سیاسی در تاریخ معاصر جهان است. در نخستین سال شروع مقاومت در 3 دهه پیش، شمار زندانیان زن به هزاران نفر می رسید. بعد از اون هم آخوندها به هر جنایت غیر قابل تصوری دست دادند. اما زن ایرانی تسلیم نشده است. این مهمترین، پر افتخارترین و جدیترین نتیجه رویارویی زن ایرانی با رژیم ولایت فقیه است. بله، سرکوب ادامه دارد، اما آخوندها در تحمیل راه و رسم ارتجای خود به زن ایرانی شکست خوردند. قوانین حجاب اجباری همچنان اجرا می شود، اما
زن ایرانی در مقابل پوشش تحمیلی مقاومت میکند و هر روز درگیری با نیروهای سرکوبگر افزایش می‌یابد. اختناق با شدت تمام حاکم است، اما نتوانسته است مطالبات زنان را کاهش دهد و خواست مبرم زنان در اصل تغییر وضع موجود، یعنی به زیر کشیدن نظام ولایت فقیه است. دوستان عزیز، درست رو در روی این رژیم که دائما تحقیر و حذف زنان را می‌خواهد، حضور هزار زن قهرمان در شورای مرکزی سازمان مجاهدین در نبرد با فاشیسم دینی روشن‌ترین دلیل بر نقش کلیدی و مسئولیت پذیری و شایستگی زنان در جامعه ایران است. نقش زنان در جنبش مقاومت به خصوص در اشرف و لیبرتی پهنه تعیین کننده رویارویی زنان ایران با این رژیم زنستیز و ضد بشری بوده و هست. این الگوی ایستادگی است و تمام زنان را به مبارزه برای آزادی و برابری و بردوش گرفتن رسالت آزادی تمام جامعه فرا می‌خواند. خواهران عزیزم، من می‌خوام همچنین بر رسالت بزرگی که بر دوش زنان در سراسر منطقه قرار دارد تاکید کنم. کشاکش سرنوشت ساز کنونی اوضاعی را پیش آورده که در آن مسئولیت زنان از مبارزه برای کسب آزادی و برابری برای خودشان بسیار فراتر رفته است و امروز این نجات تمام جوامع منطقه از شر بنیادگرایی است که به صورت یک رسالت بزرگ بر دوش زنان قرار گرفته است. در این مبارزه بزرگترین سلاح زنان و بالاترین توانایی و دارایی آنها همبستگی و پیوندهای هرچه محکمتر میان خودشان است. به رغم مذاهب و ملیت‌های مختلف، به رغم عقاید و فرهنگ‌های گوناگون و با وجود همه تفاوت‌ها، آنچه می‌تواند یک نیروی فوق‌العاده مؤثر فراهم کند همین اتحاد و همبستگی است. بنابراین مجدداً همه شما را به تشکیل و گسترش یک جبهه پرقدرت علیه بنیادگرای اسلامی، تروریسم و بربریت تحت نام اسلام فرا می‌خوانم. من از صمیم قلب امیدوارم و مطمئنم که اگرچه امروز شرایط تیر و تاری بر تمام ایران و خاورمیانه حاکم شده، اما مبارزه زنان آینده روشن به ارمغان می‌آورد که آزادی و دموکراسی و برابری را نصیب ملت‌های این منطقه می‌کند. از همه شما